سرخط مهمترین های امروز. گلایه از دست کم گرفتن اطلاعات کشفی. رئیس جمهور غنی میگوید که برخی مقام ها اطلاعات استخباراتی را جدی نمیگیرند. امنیت ملی بار بار وظیفه ملی خود اجرا کرده، اما بعض دفع دوستای ما به اندازه مصروف بودن که اهمیت کشف درک نکردن. تلفات سنگین نیروهای ارتش در درگیری با طالبان در فرا. چند کماندو هم کشته شده، اما شماری از سربازان هنوز ناپدیدند. تأکید بر راهکار ادامه نبرد برای صلح. امریکا میگوید برای اینکه طالبان به صلح مجبور شوند، نبردش را بر ضد این گروه ادامه میدهد. و تناقض‌گویی در کاخ سفید. گفتگوی رهبران امریکا و کره شمالی همچنان مشروط به برنامه اتمی است. به نام خدا، سلام بر شما. من مهمترین ها از یک در شام شنبه با من رئوف اجمل، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید که برخی مقام ها در کشور اطلاعات استخباراتی را جدی نمیگیرند. او در مراسم گشایش فرماندهی عمومی مشترک نیروهای ویژه و نیروهای واکنش امنیت ملی تاکید میکند که باید اطلاعات استخباراتی جدی گرفته شود و بر بنیاد آن عمل شود. در این مراسم همچنان به نیروهای امنیتی اطمینان میدهد که به کسی اجازه نخواهد داد تا از نیروهای ویژه به عنوان پاسگاه استفاده کند و آنان را زمینگیر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست، همکارم طارق ساخن. نیروهای ویژه و نیروهای واکنش امنیت ملی زیر فرماندهی مشترکی قرار گرفتند. این فرماندهی با حضور سرقومندان اعلای قوای مسلح با این برنامه گشایش می‌یابد. رئیس جمهور در این مراسم از بی‌توجهی برخی مقام‌ها به اطلاعات استخباراتی امنیت ملی گلایه دارد. می‌گوید در برخی موردها امنیت ملی کارش را انجام می‌دهد، اما برخی‌ها هنوز هم اهمیت کشف را درک نکردند. تأکیدش هم بر عمل کرد بر بنیاد اطلاعات است. ضرورت عزیز که تمام اراکین دیگه ما کشف جدی بگیرند، اطلاعات جدی بگیرند و بر اساس اطلاعات اقدامات کن. امنیت ملی بار بار وظیفه ملی خود اجرا کرده، اما بعض دفع دوستای ما به اندازه مصروف بودن که اهمیت کشف درک نکردن. رئیس جمهور برای این نیروها همچنان تعهد میکند که به کسی اجازه نمیدهد از نیروهای ویژه به عنوان پاسگاه استفاده کند. تاسی در افغانستان زمریه گیدلان بله تاسی نداریگی او دا پدیده چه طول افغانستان پیگی چه تاس دا وطن ساد. همین پنجشنبه هفته پیش ائتلاف جهانی پشتیبان کودکان از دبیر کل سازمان ملل خواست که در کنار نیروهای امنیتی اسرائیل و میانمار، نیروهای امنیتی افغانستان را نیز به اتهام تخطی‌های حقوق کودکان در فهرست سیاه این سازمان قرار دهد. حالا رئیس جمهور در اینجا سه نکته را یادآور می‌شود که از دید او اصل‌های اساسی امنیت ملی است. به ملی امنیت که شکنجه غیر انسانی اعمال زاین لري، تاسه هغه ملي امنیت نه یی چې تاسه باندې خدای نا کده د شکنجه توروس. تاسه د وطن ته ژمن یی او زه باور لرم چې تاسه هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګه ګوري او د هغه محافظت ده قانون پر اساس او ده افغانستان ده دخمنان و سرم تاثیر قانون پر چوکات رفتار کرد. در این مراسم رئیس جمهور غنی برای 6 تن از نیروهای امنیت ملی مدال افتخاری نیز اهدا میکند. هرچند تاکیدش این است که تمام نیروهای ویژه شایستگی دریافت مدال را دارد.
در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در فرات چندین سرباز ارتش به شمول سربازان کماندو کشته شدند. طالبان مدعی‌اند که در این درگیری بیش از 30 سرباز ارتش را کشتند، اما سخنگوی ارتش در فرات کشته شدن تنها 9 سرباز کماندو را تایید می‌کند و می‌گوید برخی سربازان ناپدید هستند. هنوز جزئیات این رویداد خیلی روشن نیست، اما طالبان با نشر ویدیویی از جنگ‌افزارهای ارتش گفتند که این جنگ افزارها را در عملیات دیشب به دست آوردند. این خبر در حال پخش می شود که یک روز پیش در تخار در نتیجه کمین طالبان در ولسوالی خواجه‌غار 16 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. می خواهیم در پایان به این موضوع با دادالای قانه عضو شورای ولایتی صحبت کنیم، اما ظاهرا تماس ما هنوز برقرار نشده. امریکا می گوید برای مجبور ساختن طالبان به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان به فشارهایش در میدانهای جنگ بر ضد این گروه ادامه می دهد. معاون وزارت خارجه امریکا تاکید دارد که بهترین راه ثابت ساختن یک پارچگی طالبان این است که به نمایندگی از یک سازمان واحد وارد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شود. الیس ویلیس میگوید زمان پایان جنگ در افغانستان فرا رسیده و در این راستا اجماع منطقه‌ای و جهانی نیز وجود دارد. سجاد محمدی: با وجود اصرار طالبان برای انجام گفتگوهای صلح با امریکا، واشنگتن بار دیگر این درخواست طالبان را رد کرد. معاون وزارت امور خارجه امریکا در سخنرانی در مرکز تحقیقات صلح بین المللی می گوید طالبان باید با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و واشنگتن با راهکارهای سیاسی و نظامی در میدانهای نبرد از این گفتگوها پشتیبانی می کند. طالبان باید یک پارچگی خود را به اثبات برسانند. بهترین راهی که طالبان می توانند یک پارچگی خود را به نمایش بگذارند این است که به نمایندگی از یک سازمان مشخص و واحد وارد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شوند. فشارهای نظامی و سرکوب طالبان در میدانهای نبرد یکی از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در افغانستان بوده است تا طالبان را مجبور به نشستن بر میز گفتگوهای صلح کند. اکنون معاون وزارت خارجه آمریکا نیز بر عملی ساختن چنین سیاست تاکید دارد. او همچنان می‌گوید زمان پایان جنگ در افغانستان فرا رسیده و در این زمینه اجماع منطقه‌ای و جهانی نیز وجود دارد. راه وجود دارد که این جنگ پایان یابد. خواست برای پایان جنگ وجود دارد. جامعه بین المللی از ختم جنگ حمایت می کند. گفتگوهای صلح باید در همکاری با سایر طرفهای دخیل در افغانستان و در مشارکت تعهدمندانه کشورهای منطقه به حل و فصل گرفته شود. رویکرد آمریکا بسیار واضح است. حمایت از دولت حاکم افغانستان به عنوان رهبری کننده این مذاکرات و در کنار راهکارهای سیاسی وارد کردن فشار در میدانهای جنگ بر طالبان است تا این گروه مجبور به مذاکرات صلح شوند. در همین حال کای آیدا فرستاده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک مقاله طرح پیشنهادی صلح حکومت افغانستان در نشست روند دوم کابل را متفاوت از گذشته خوانده است. در این طرح صلح از پاکستان خواسته نشده طالبان را بر میز گفتگو بکشاند و از ادبیات پرخاشگرانه بر ضد طالبان کار گرفته نشده است. همچنان طرح صلح به عنوان یک ضرب الاجل پیشنهاد نشده، برخلاف از طالبان به عنوان یک سازمان سیاسی یاد شده است. این همه در حال است که پس از نشست دوم روند کابل و ارائه طرح صلح حکومت وحدت ملی چندین حمله خونین در بخشای از کشور صورت گرفته است. طالبان هم عملات متعدد را هم بالای نیروهای امنیتی افغان هم در شهر کابل انجام دادند. هنوز این مذاکرات یک جانبه است، مورد تایید مردم افغانستان نیست. من فکر نمی کنم که بتانه با این نوع رفتار یک جانبه ارگ مذاکرات صلح به نتیجه برسه. رئیس جمهور غنی در نشست روند دوم کابل طرح صلح با طالبان را به نمایندگان جامعه جهانی ارائه کرد. طرحی که گفته می شود در آن امتیازهای کلان برای طالبان در نظر گرفته شده است. با این وجود اما تا هنوز طالبان هیچ پاسخ مثبت به این طرح ندادند.
از سوی هم امریکا و پاکستان توافق کردند تا در پیوند به طرح صلح رئیس جمهور غنی به گونه مشترک کار کنند. معاون وزیر خارجه پاکستان در دیدار با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفته است که درباره طرح صلح حکومت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره با آمریکا همکاری خواهد کرد. از سوی هم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش عملیات‌ها بر ضد طالبان طرح صلح رئیس جمهور غنی را تضعیف خواهد کرد. بشیر احمد خاصانی با جزئیات بیشتر. به دنبال فشارهای آمریکا بر پاکستان، وزیر خارجه پاکستان به واشنگتن رفته و با مقامهای آمریکایی توافق کرده است که برای عملی شدن طرح صلح حکومت افغانستان با آمریکا همکاری خواهد کرد. سفیر پاکستان در آمریکا از پیشرفت مذاکرات هیئت پاکستانی با مقامهای آمریکایی ابراز خرسندی کرده است. مذاکرات خیلی خوب پیش رفت و نتایج مثبت به همراه داشت. در این مذاکرات درک متقابل نسبت به ضرورت همکاری ها و اوضاع امنیتی و سیاسی در منطقه میان طرف های مذاکره وجود داشت. توافق بزرگ هم میان دو طرف در مورد صلح در افغانستان صورت گرفت و واشنگتن و اسلام آباد از طرح صلح رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرده و تعهد کردن یک جا با هم برای صلح در افغانستان کار کنند. همزمان با این نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده فرصت صلح که در پی طرح صلح رئیس جمهور غنی به وجود آمده با افزایش عملیات‌های نظامی بر مناطق تحت کنترل طالبان از بین خواهد رفت. او تاکید کرده است که افزایش عملیات‌ها بر طالبان حمله‌های طالبان در افغانستان را نیز افزایش خواهد داد. طرح پیشنهادی دولت افغانستان برای صلح نباید با ادامه عملیات‌های نظامی بر طالبان تضعیف شود. ادامه راهکارهای نظامی در میدانهای نبرد سبب خواهد شد تا حرکتهای نظامی طالبان هم افزایش یابد و حمله های این گروه در افغانستان ادامه پیدا کند. نماینده پاکستان همچنان به طالبان گفته است که از راه جنگ و خشونت در افغانستان پیروز نخواهند شد. با باور او موجودیت گروه های رسفگنی در افغانستان امنیت کشورهای منطقه به شمول پاکستان را با خطر روبرو کرده است. دولت افغانستان تنها بر 18% ولسوالی ها کنترل دارد و در 38% دیگر نفوذ دارد. نبود حاکمیت دولت در بخش های از این کشور سبب شده تا فعالیت های هراس افغانانه در این کشور افزایش پیدا کند و ده ها گروه هراس افغان در افغانستان جای پا بیابند. در شرق و شمال افغانستان لانه های امن ایجاد کنند و امنیت کشورهای همسایه به شمول پاکستان را تهدید نمایند. همزمان با این نظامیان پاکستانی به هدف حفاظت از حریم هوایی‌شان جنگنده های جی اف 17 را در ایالت بلوچستان در نزدیکی های مرز با افغانستان مستقر کرده اند. این که پاکستانی ها تا کنون درباره طرح صلح رئیس جمهور غنی در نشست کابل چی گام های عملی برداشتند روشن نیست. ولی حکومت افغانستان انتظار دارد که تا 15 روز دیگر پاکستان تعهداتش را در نشست تاشکند مشخص سازد. دیده شود که تا چی اندازه پاکستان در نشست تاشکند اقدامات عملی و مثبت را در کار صلح با طالبان به حکومت و مردم افغانستان نوید خواهد داد. همان گونه که پیشتر هم در خبر گفتیم در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت فراس چندین سرباز ارتش به شمول سربازان کماندو کشته شدند. آمار ضد و نقیض از تلفات نیروهای ارتش به ما رسیده. طالبان گفتند 30 سرباز را کشتند اما ارتش میگوید تنها 9 سرباز کشته شده. برای جزئیات بیشتر دادلای قانه عضو شورای ولایتی فرا را با خود داریم. آقای قانه سلام بر شما. میشه بگوین که این درگیری چگونه اتفاق افتاده تا که اینکه تلفات سنگینی به سربازان ارتش در فرا وارد شده؟ سلام و عرض ادب دارم به شما و بیننده و شنونده های محترمتون. شما در جریان هستین که تقریبا 2 روز می شود در منطقه تودنکا، منطقه فراهرود مربوط ولسوالی بالابلوک، نیروهای امنیتی ما یک عملیات به پیش داشتن و یک منطقه را زیر پوشش عملیاتی قرار دادن که متاسفانه دیشب ما نیروهای کماندوی ما تلفات داشتیم و آن طرف مخالفین هم با تلفات بزرگی یا متحمل شده است که تعدادشان دوستان که آمارشان دادن از 30-35 نفر اضافه است.
ما همراه کماندان سبی قلو اردو و کماندان سبی لوا و توشی همون جدا ساحه بودیم. تلفات آمار تلفات کماندوهای خود خواستار شدیم. دقیق بر ما فرموت ندارن، اما مردم های محل که بر ما گفتن قریباً 15 اضافه این در همین حدود ما کماندوهای ما متاسفانه فرموت دکیدن. آقای خانی گفته میشه که چندین سرباز ارتش هنوز ناپدید هستن، از وضعیت اونا چه اطلاعات شما دارین؟ نیگه ای گفتشان ما رد میکنیم، نیروهای امنیتی ما میالن در عملیاتشان هستن. این همی کماندوهای ما که به اصطلاح در همی عملیات شهید شدن، این همی واقعیتشان هست، از ناپدید شدنشان هست. انشالله او گفت نیست. نیروهای امنیتی ما میال فعلن هم در مساحه که تارگیت تعیین کرده بودن میال نموج حضور دارن. آقای قانه در فرا در واقع این رویداد که تقریبا 9 سرباز کماندو کشته شده بی پیش نبوده، آیا این کشته شدن سربازان ارتش به این پیمانه اینه نمیرسانه که ولایت فرا وضعیت بسیار زیاد بده داره؟ ما چندین دفعه از طریق رسانه های محترم شما و ما ایره اظهار کردیم که فرا مخالفین فرا را تارگت تعیین کردن. این فرا ولایت فرا یک اراضی وسیع دارن، ایره مخالفین میخواین که ولایت فرا را یک ولایت به اصطلاح پایگاه دائمی امارات اسلامی خود تعیین کنن، که از همین که میخواین یا یک دهلیز اکمالاتی و روابطی خود با ولایت هم مرکزی برسانن که ایره همراه کشور ایران میتونن ای از اینجا یا وصل کنن. ما خواستار نیروهای امنیتی و تشکیل افزودن تشکیل قوتهای نظامی ما بودیم از حکومت مرکزی. متاسفانه حکومت مرکزی بر ولایت فرا توجه نکرده است. از ولایت فرا اینجا امروز شما میبینید که پروژه بزرگ تاپی از ولایت فرا میگذرند و بندر بزرگ شیخ ابونصر فرایی در مسیر فرا هستند، تیر میشوند. حتی بندر بزرگ چابهار از ولایت فرا میگذرند. امروز بند بخشاباد در ولایت فرا امار میشوند. بنابراین مخالفین چون امروز به گمرک ما دسترسی پیدا کرده است و مخالفین ولایت همجوار به ولایت فراز در آزیمه شده است، چه از ولایت غور بگوییم، نمروز، هرات، بادغیس، این مخالفین امروز به ولایت فرا آمدن که به خاطر منفعتشان، به خاطر چون که اینجا ولایت ای زمینه برایشان مساعد است. ما به کمبود یا نیروی امنیتی مواجه هستیم و ما خواهان حکومت مرکزی هستیم که جنگ فرا را حکومت مرکزی رهبری کنند. خیلی سپاسگزارم. ما امروز خلای استخباراتی در ولایت فرا وجود دارند. ما اگر بگوییم که ما اینجا امروز استخبارات ما هم ضعیف هستند، نمی کماندوهای ما که امروز تلفات دادن از ضعف استخبارات ما بوده است که کماندوهای ما که در ساحه‌ای که یا میروند شب اونجا میمانند، این همینجا مخالفین پیش از پیش جا به جا بودند. ما به خواستار هستیم که بر فرا حکومت مرکزی توجه جدید داشته باشد. بسیار تشکر دادلای قانه، عضو شورای ولایتی فرا که در پیوند به درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در این ولایت جزئیات را کردین. بیننده مهمترین ها از یک هستید. انتخابات داخلی مجلس نمایندگان برای گزینش معاونان و دبیر مجلس امروز بی نتیجه پایان یافت. در این انتخابات همایون نظیر احمد احمدزی و عبدالرحیم ایوبی برای چوکی معاونیت نخست به رقابت پرداختند، اما هیچ کدامشان موفق نشدند. برای معاونیت دوم مجلس سید علی کاظمی و غلام فاروق مجروح و برای چوکی دبیر مجلس عبدالقادر زازی و عبدالرؤوف انعامی به رقابت پرداختند، اما هیچ یک رأی کافی برای پیروزی به دست نیاوردند. در میان این ناکامی ها تنها عرفان الله عرفان به عنوان معاون دبیر مجلس انتخاب شد. عماد رسایی. نخستین نشست عمومی مجلس نمایندگان پس از رخصتی 45 روزه. در این نشست جمع و جوش مجلس هم پر رنگ است و بیش از 220 قانونگذار در مجلس حاضر شدند. آجندای نشست امروز انتخابات داخلی مجلس برای احراز چوکی های هیئت اداری بود. در معاونیت نخست مجلس همایون محمد نظیر احمدزی و عبدالرحیم ایوبی با هم رقابت کردند. در حقیقت نمیخواستم که کاندید شوم به معاونیت،
ولی یک چیزی که مرا مجبور ساخت است که حکومت در مخالفت با ما کوشش میکنه تمام دستگاه خود فعال کنه که گویا مرا ناکام کنه. دغه نظام منجور کرده، د دغه نظام حمایتګریم، حمایت به کوما، خو ما ته د دغه شورا عزت سره کرخی دی، دا به په هیڅ صورت ز چا سره سودا نه کم. در کنار این سید علی کاظمی و غلام فاروق مجرو برای معاونیت دوم و برای چوکی دبیر مجلس، عبدالقادر زازی و عبدالرؤوف نعامی بر رقابت پرداختند. در چوکی معاون دبیر مجلس، عرفان الله عرفان و سیمین بارکزی پیشنهاد رقابت داده بودند، اما سیمین بارکزی از نامزدیش کنار رفت و عرفان الله عرفان در یک رای علنی به عنوان معاون دبیر مجلس انتخاب شد. جرأت خانم ها کمتره که نمیایم خور کاندید کنن یا داستان چیه؟ در هر صورت خیلی دوست داشتم، اما فضا رو طوری میبینم که میفهمم که هنوزم اما وضعیت زن ستیزی وجود داره. سرانجام برای انتخاب نامزدان صندوق میگذارند و هر نامزدی که از 221 رای قانونگذاران 111 رای تایید را بگیرند موفق به احراز چوکی های هیئت اداری مجلس خواهند شد. سرانجام همایون 108 رای تایید، نظیر احمد احمدزی 79 رای تایید و عبدالرحیم ایوبی تنها یک رای تایید دریافت کردند و هیچ کدام از این نامزدان موفق به گرفتن چوکی معاونیت نخست مجلس نشدند. برای چوکی معاونیت دوم هم سید علی کاظمی با به دست آوردن 76 رای تایید و غلام فاروق مجرو با دریافت 77 رای نتوانستند دل نمایندگان را به دست بیاورند. همزمان عبدالقادر زازی و عبدالرؤوف نعامی دو نامزد برای دبیرخانه مجلس نیز در این آزمون ناکام ماندند. هیچ یک از کاندیدای محترم 50 به علاوه یک تکمیل کرده نتوانستند و انتخابات خود مطابق اصول وظایف داخلی برای فردا به پیش میبریم. قرار است انتخابات اعضای هیئت اداری در روزهای پیش رو میان اعضای مجلس برگزار شود. انتخابات داخلی هیئت اداری در مجلس در حال برگزار می شود که پیش از این نگرانی های را برای معامله های پنهانی و رد و بدل شدن پول میان نامزدان و قانونگذاران با وجود آورده است. بانک مرکزی روند صدور جواز شرکت های صرافی و خدمات پولی را آغاز کرد و برای نخستین بار دو شرکت از این بانک جواز شرکت صرافی گرفتند. بانک مرکزی آغاز این روند را در پیشرفت نظام مالی کشور اثرگذار می‌داند و تاکید دارد صرافانی که چنین جواز را داشته باشند می توانند در تمامی ولایت های کشور در این بخش نمایندگی ایجاد کنند. پایان مهمترین ها از یک، ممنون که با ما هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.